به خاطر 11 سپتامبر بودش که تصمیم گرفتم که تو زمینه انیمیشن کار بکنم. از این خسته شده بودم که تو اخبار فقط راجع به ایرانیا در زمینه جنگ و تروریسم و اینجور چیزا صحبت میکنن. این بودش که کارمو ترک کردم، کارمو در وال استریت، و تصمیم گرفتم که توی زمینه انیمیشن کار بکنم، برای بچه‌ها فیلم‌های فرهنگی درست کنم که شاید از طریق فیلم‌ها و کارتونام بتونم نظر اولا آمریکایی‌ها رو راجع به ایران عوض کنم و دوماً بچه‌هایی که ایرانی آمریکایی هستن و خارج از ایران دارن بزرگ میشن اونا رو با فرهنگشون بیشتر آشنا بکنم. سوسن، سامان، Welcome to America. Come on now, don't be shy. Give your auntie a hug. Ooh, thanks. That gives me energy. Bobby, remember your cousins? Come and say hello to them. داستان بابک و دوستان داستان یه پسر بچه ایرانی آمریکایی هستش که خارج از ایران داره بزرگ میشه و راجع به تمدن و تاریخ و فرهنگ ایران هیچی بلد نیست. پسر خاله و دختر خالش سوسن و سامان از ایران میان که اونو ببینن و اینا میخوان هفت‌سین رو بچینن و چهارشنبه سوری رو جشن بگیرن و بابک اصلا از این سنت ها هیچ خبری نداره و برای همین خیلی ناراحت میشه. بعد تو خوابش میره تخت جمشید و عمو نوروز میاد پلوش و براش میگه که نگران نباش بابک جان، خیلی عادیه که آدم به دو تا فرهنگ تعلق داشته باشه و اینو باید قبول بکنی که تو هم ایرانی هستی هم آمریکایی هستی و این دوتا رو هم دوست داشته باشی و هم بتونی ازش لذت ببری. Why haven't you ever visited me before and given me presents? Because you needed to bring me alive by learning about Nowruz and our traditions. شخصیت هایی که تو تلویزیون بچه ها میبینن بیشتر سفید پوستن و حدود 80% این شخصیت ها پسر بودن. اینکه میخواستم دختر بیشتر باشه، از جاهای مختلف باشه، مثلا بچه های ایرانی تو تلویزیون باشن یا قیافه هاشون فرق داشته باشه، به این دلیل بودش که ما سریال میکس ناتس رو درست کردیم که بتونیم اینو به شبکه های بزرگتر برسونیم. ولی بازار اون موقع این 7-8 سال پیش بود برای یه همچین کار آماده نبود. کلن میخواستن این شخصیت هایی که ما درست کرده بودیم یا عوض بکنن یا اینکه به اون سوژه هایی که ما میخواستیم خیلی زیاد راجع بهش صحبت بکنیم براشون زیاد مهم نبود. سریال دومیمون بود 1001 شب. کار دومیمون بود، یعنی تجربه ما بهتر شده بود. یه خانواده درست کردیم که شهزاده با شهریار و دوتا بچه داریم، شاهزمان و دنیازاد. در هر قسمت داستان شروع میشه و بچه ها یه کاری انجام میدن که شهرزاد رو به یه فکر یه قصه میندازه و شهرزاد بر میگرده تو خاطرات و این قصه رو میگه. به طور کلی مدیریت پروژه ها با من هست، یعنی من هم به ایده ها فکرامو می کنم و داستانا رو می نویسم، کارگردان هستم و از نظر هزینه و اینکه بتونم فیلم و سریال تموم بکنم به عنوان تولید کننده هم کار می کنم. Let me tell you a story. Okay, Dad. قصه اولیه شوالیه شجاع این بودش که یه شوالیه بوده که یه شاهدخت و شاهزاده که خواهر و برادر هستن و از یه اژدهای قرمز نجات میده و شاه ازش میپرسه که به خاطر این کاری که بر من کردی و بچه‌مو نجات دادی جواهر و طلا میتونم بهت بدم. شوالیه میگه نه. میگه میخوای با دخترم ازدواج کنی؟ شوالیه میگه نه، من اون کارم نمیخوام بکنم. و شاه بهش میگه خب پس چی کار میخوای بکنی؟ میگه میخوام با پسرتون ازدواج بکنم. Hi Dad. There you are you ready for your lesson in becoming a knight? این شوالیه و شاهزاده با همدیگه ازدواج کردن و الان توی یه قصری زندگی میکنن و یه دختری به فرزندی قبول کردن. این دختر 12 سالشه و اسمش هست نیا و سیاه‌پوسته. و هر قسمت داستان این هستش که دختر ما نیا میخواد یاد بگیره مثل پدرش یه شوالیه شجاع بشه و برمیگردیم به موقعی که شوالیه بچه بوده و چجوری خودش شوالیه شده. Shouldn't he be tied up or something? I've collected some things to help you build a ladder. It is best to take it nice and slow. Well, that's lucky.
Now hold on, Nia. You can't always trust what you see. Let me tell you a story about a tower I once found. پشت پرده هم برام مهمه که نویسنده ها کسایی که باهاشون کار میکنم از جاهای مختلف باشن. برای 16 هادسن ما در اتاق نویسندمون که 12 نفر نویسنده داشتیم سعی کردم 50% خانوم باشن و 50% آقا باشن. برای هنرمندای صدا هم همینطور. وقتی که صداها انتخاب میکنیم، مثلا برای شخصیت سم که چینی هستش، شخصیتی انتخاب کردم که واقعا چینیه خودش. این برای من خیلی مهمه که پشت پرده شخصیت ها با روی پرده موازی باشن و به همدیگه جور باشن. برای من خیلی مهمه که میتونیم روی طرز فکر بچه ها که نسل آینده هستن تأثیر بزرگی بذاریم و بهشون یاد بدیم که همدیگر رو بپذیرن. وقتی که بچه ها از نژاد مختلف هستن یا خانواده هاشون فرق داره، ترکیب خانواده فرق داره، یا اینکه رنگ پوستشون از کس بعدی فرق داره، این سوژه های خیلی مهمه که ما بچه ها یاد بدیم و بهشون یاد بدیم که کلن پذیرش همدیگر رو داشته باشن.